درود بر شما همراهان با وفای پارسچیتی. از موقعی که ماشین لمانز کادیلاک رو معرفی کردیم، خیلی از شما خواهان این بودین که در مورد این مسابقات صحبت کنیم. مسابقات 24 ساعته لمانز، مسابقه ای که 24 ساعت ماشینا گاز میدن، اونم با راننده های مختلف. لمانز یک شهر در فرانسه است و این مسابقات برای اولین بار در سال 1923 در این شهر کلید خورده. اول در مورد راننده ها صحبت کنیم. هر ماشین 3 راننده داره که هر کدومشون میتونن بین 45 دقیقه تا 4 ساعت یک کله رانندگی کنن. بعد 4 ساعت باید عوض شن. هر چقدر بخوان میتونن راننده ها رو عوض کنن بین همون 3 نفر. اما عوض کردن زیادی راننده باعث میشه که عقب بمونن. در لمانز لاستیک ماشین ها مثل فرمول 1 باید عوض بشه و سوختم باید زده بشه و معمولا در همین حین راننده رو عوض میکنن که وقت بیشتر تلف نشه. پیستی که این مسابقه توش برگزار میشه یه دورش یه مقدار بیشتر از 13.5 کیلومتره و جالب اینه که تو این 24 ساعتی که این ماشین ها میگازن در مجموع بیشتر از 4000 کیلومتر راه میرن. از سال 1923 که این مسابقات داره برگزار میشه، در یک روزی در ماه اوت 9:30 صبح شروع میشه و 9:30 صبح فرداش هم تموم میشه. مسابقات لمانز در 4 کلاس برگزار میشه که بستگی به ماشینهاش داره: LMP1, LMP2, GTE Pro و GTE M. اما مهمترین مسابقه لمان LMP1ه که شرکت کننده هاش خودروسازان بزرگ دنیا هست، مثل فراری، پورشه یا هر کمپانی دیگه ای. هر کمپانی که بخواد سری بین سرا در بیاره باید یک ماشینی بسازه که تو این مسابقات شرکت کنه. تو بقیه مسابقات تیم های خصوصی شرکت میکنن که مثلا یک گروه با هم دیگه تصمیم میگیرن ماشین هایی رو درست میکنن که بتونن تو این مسابقات شرکت کنن. اما LMP1 مهمترین قسمت این مسابقه است. کمپانی که تو LMP1 برنده بشه و لمان رو ببره بزرگترین افتخار نصیبش میشه. میتونه تو دنیا کلی تبلیغات کنه و فروش شرکتشون رو خیلی ببره بالاتر. شرکت در قسمت LMP1 فقط از عهده همون کمپانیا برمیاد، چون قوانینی داره که سخته. مثلا ماشین نباید از 870 کیلوگرم کمتر باشه و یا نمیتونه طولش بیشتر از 4.65 متر باشه. باکش باید حد اکثر 68.5 لیتر ظرفیت داشته باشه و جدیدنم باید هیبریدی باشه، یعنی نمیتونی یک باک بزرگ بذاری روش و تمام 24 ساعت و بنزین داشته باشی. مسابقات لمانز برعکس فرمول 1 زیاد پول توش نیست. مبارزه‌ای که میشه برای کسب افتخارشه. برای همین برنده مسابقه بعد از خرج میلیون‌ها دلار فقط 40,000 یورو جایزه میگیره. نفر دومم فقط 25,000 یورو و نفر سومم 20,000 یورو. اما اصلا موضوع یه نفر و دو نفر نیستش. هر کدوم از این تیم‌هایی که عنوان به دست آورده کلی نفرات توشن. پس جایزه اینجا معنی نداره. فقط اون افتخاره معنی داره که کمپانی ها حاضرن میلیون ها دلار خرج کنن فقط اسمشون تو این مسابقه برده بشه. جالبه که بدونید شرکت تویوتا 5 ساله داره پشت سر هم تو لمانز اول میشه. قبل از اون چند سال پورشه برنده شده. جالبه که بدونید در اولین مسابقات لمانز در سال 1923 شرکت چنارد والکر برنده شده که تا سال 1946 ماشین تولید می‌کرده اما بسته شده.